انفجار دو اتومبیل بمبگذاری شده در شهر طرابلس در شمال لبنان ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. این انفجارها در مقابل دو مسجد اهل تسنن صورت گرفت. وزیر بهداشت لبنان آمار کشته شدگان و مجروحین را تا بعد از ظهر امروز 27 کشته و 358 مجروح اعلام کردند. بینندگان عزیز، همچنان که در اخبار شب گذشته ملاحظه کردید، سرهنگ ریاض الاسعد از بنیانگذاران ارتش آزادی سوریه و از اعضای ستاد فرماندهی این ارتش در گفتگو با سیمای آزادی بر نقش مستقیم حکومت آخوندی در جنایت دیکتاتوری سوریه تاکید کرد. اکنون توجه شما را به بازپخش این گفتگو جلب می‌کنیم.